کاری رو میتونین انجام بدین. اینجا الان من می‌نویسم و خیلی راحت به یه هکر تبدیل شدم. الان گوگل من داره از بین میره و جاذبه از بین رفت. خیلی ساده، جاذبه از بین رفت و هر جوری که خواستی میتونیم بدون جاذبه گوگل رو استفاده کنیم. این صفحه تا ابد ادامه داره و هر چقدری که نگاه کنید ادامه داره و ممکنه شما رو هیپنوتیزم کنه و خیلی از آدم ها رو ساعت‌ها جلوی پیسی نگه داشته این ویدیو و بعضی اتفاقای خاصی توش افتاده و خیلی چیزا رو توضیح میده و باعث اعتیاد بعضن. بعضی نکته‌های خاصی مثل این توی ویدیو هستش. این سگ اینجا هستش کنار موبل وایساده، خیلی جالبه. با همین کلیک کردن شانسی میتونید یه مقاله واقعی بنویسید. های گایز، برو بچه خوش اومد به ویدیو از کانال سینا سرپنت. تا حالا فکر کردید میتونید لپتاپتون رو به پنل هکر تبدیل کنید؟ یا مثلا از پول بیل گیتس هر چیزی که میخواید بخرید به صورت رایگان؟ یا خیلی از کارهایی که فقط و فقط میتونن کاراکترهای مارول انجامش بدن؟ امروز میریم رازهای مخفی گوگل رو با هم بررسی کنیم و ببینیم و خیلی هاشون واسه سرگرمی و بعضی هاشون هم واقعا به درد میخوره. بریم که ویدیو رو داشته باشیم. خب راز اول میخوام بهتون نشون بدم که چطور میتونید پنل لپتاپ یا پیسیتون رو به یه پنل هکر تبدیل کنید و کارهای هک انجام بدید. بریم که ببینیم. خب من خواستم بهتون تو پیسی نشون بدم که راحت‌تر ببینید. وقتی تو گوگل می‌نویسیم هکر سیمیلاتور سرچ می‌کنیم، این صفحه رو واسه ما میاره، هکر سیمیلاتور، و ما اینجا این گزینه رو می‌زنیم، آنلاین هکر سیمیلاتور، و این پنل واسه ما باز میشه و هر هکی که میخواید رو میتونید انجام بدید. اینجا الان من مینویسم و خیلی راحت به یه هکر تبدیل شدم الان. و بعدش و مهمترین سایتش که خیلی معروفه این هستش، و بله شما یه هکر هستید و دارید یه کاری انجام میدین که خیلی تو دنیا مشهوره و هر بانکی رو که خواستید میتونید هک کنید و پولدار بشید. این قسمت میتونید هر صفحه‌ای که میخواید باز کنید، مثلا اینجا اینا رو باز کردم من، فول اسکرین یا شروع کردیم مراحل هکو. ولی از این قسمت هر کاری که خواستی میتونید انجام بدید، مثلا اینو باز کردم من و بله به این راحتی میتونید هک کنید همه جا رو. گوگل واسه بعضی از کاراکترهای مارول یا بعضی از کاراکترهای فیلم ها یا گیم ها یه پنل مخصوص درست کرده که تو گوگل هر کدوم کار خاصی رو انجام میدن. میریم اونا رو ببینیم. وقتی توی سرچ گوگل بزنیم تانوس، وقتی تو گوگل سرچ کنید تانوس، این قسمت، این دستکشی که اینو میبینید اینجا، اینو وقتی میزنید حتما اینو امتحان کنید، خیلی جالبه. گوگل من داره از بین میره. حالا به فکرتون رسیدی که بخوایم به گذشته سفر کنیم، تقریبا سالهای 1900 و اینا؟ میریم که الان به سال 1900 سفر کنیم از طریق گوگل. واسه این کار کافی اینجا ویزارد آف اوز رو سرچ کنید و این صفحه میاد و این عکس کفشی که اینجا میبینید و میزنید. و به سال 1900 سفر کردیم و همه جا سیاه‌سفیده و صفحه ما کلن سیاه‌سفید شده. خیلی جالبه الان همه جا سیاه‌سفیده واسه ما و مخترهای قدیمی، شخصیت‌های قدیمی و کلن یه سفر در زمانی داشتیم. و اگه بخوایم برگردیم کافی این رو بزنیم بود. I'm back. و
وقتی تو گوگل سرچ کنیم جوی تریبیانی میتونیم غذا رو بیاریم بندازیم تو پنل گوگل، کسی که فرندو دیدن سریال فرندو بیشتر میفهمن اینو. ما سرچ میکنیم جوی تریبیانی و این صفحه میاد و وقتی عکس پیتزا رو میزنیم این اتفاق میفته که کسایی که فرند رو دیدن بیشتر میفهمن اینو. وقتی ما تو گوگل سرچ کنیم دو برل رول، صفحه 360 درجه میچرخه. این خیلی جالبه، بیایم با هم دیگه ببینیم. اگه ما سرچ کنیم دو برل رول این هستش و صفحه 360 درجه میچرخه، خیلی جالبه و واسه سرگرمی میشه این کارو کرد. یه شوخی خاص دیگه هم داره گوگل که میتونید با دوستاتون شوخی کنید یا یه مسخره کنید و کمی بخندید. وقتی بنویسید تو سرچ Ask کیو کلاً صفحه کج میشه و نوشته به طور کج نوشته میشه. بریم که با هم دیگه ببینیم اینم. خب برام میایم اینجا سرچ میکنیم Ask کیو و اگه دقت کنید من اینو صاف گرفتم گوشی رو و این پنل کش هستش و خودتون میتونید بردین و خودتون تست کنید. اینجا کج هستش. وقتی تو گوگل سرچ میکنیم بلینگ HTML یه اتفاق خاصی انجام میشه و کلمه ها چشمک میزنن. اینم به نظرم سرگرمی جالبه، اینم بریم ببینیم با هم دیگه. وقتی اینجا بنویسیم بلینک HTML این صفحه میاد که اگه بریم پایین تر کلمه ها چشمک میزنن به ما. خب الان میخوام بهتون نشون بدم که چطور میتونید با پول بیل گیتس بدون اینکه یه ذره پولی بدید هر چقدر که میخواید خرید کنید. این خیلی قشنگه، بریم خرید. خب ما میایم اینجا می نویسیم spend bill gates money، spend bill gates money. خب اینجا میاد و اولین گزینه رو سرچ میکنیم و این صفحه واسه ما باز میشه و این پول ما هستش و هر چیزی رو که خواستیم میتونیم بخریم. مثلا اشتراک در نتفلیکس پولمون کم شد، میخریم اینو نمیفروختیم. هر چیزی که خواستیم، مثلا من میرم یه دونه انگشتر میخرم، یه دونه فراری میخرم، بعدش یه خونه نیاز داریم، مکدونالدو میخرم، هلیکوپتر خریدم یه دونه، یه دونه کشتی کروز هست، کشتی کروز رو من یه 5 تا بردارم. خب با این تکنیک الان میخوام جاذبه گوگل رو محو کنم، نابود کنم و جاذبه ای نداشته باشه گوگل. بریم که بنویسیم گوگل گراویتی. اینو باز میکنیم و جاذبه از بین رفت. خیلی ساده، جاذبه از بین رفت و هر جوری که خواستیم میتونیم بدون جاذبه گوگل رو استفاده کنیم. و اینم پنل های دورش. بچه ها یه سایتی هست تو گوگل که میگن این سایت هیپنوتیزم میکنه و تا آخر عمر ادامه داره این بازی و هر چقدر بیشتر ببینید باعث معتاد شدن میشه و توش معنی ها و اتفاقای خاصی هم افتاده و خیلی باله. بعد اینجا سرچ میکنیم زوم کویلت و این صفحه رو باز میکنیم و این پنل واسه ما باز میشه و خیلی خطرناک هم میتونه باشه. این صفحه تا ابد ادامه داره و هر چقدری که نگاه کنید ادامه داره و ممکنه شما رو هیپنوتیزم کنه و خیلی از آدم ها رو ساعت ها جلوی پیسی نگه داشته این ویدیو و بعضی اتفاقای خاصی توش افتاده و خیلی چیزا رو توضیح میده و باعث اعتیاد بعضن. هر چقدری که میبینیم داره میره و انتهایی نداره و تا ابد میتونه ادامه پیدا کنه و بعضی نکته های خاصی مثل این
توی ویدیو هستش. خیلی جالب و باحاله. خب بچه میخوام یه چیز دیگرم بهتون نشون بدم. وقتی شما برید تو گوگل سرچ کنید پوینتر پوینتر، ببینیم چه اتفاقی میفته. بیا سرچ کنیم. میام توی این سایت اینجا میگه finding pointer please hold still. خب موضوع اینه که هر کجایی که خواستیم ما میتونیم موس رو کلیک کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. و همین جایی رو که من انتخاب کردم و یکی داره نشون میده، مثلا اینجا رو من اینجا رو انتخاب کردم، یا مثلا اینجا رو انتخاب کنیم. خب بالا وسط رو انتخاب کردم و یکی داره باز نشون میده. خیلی جالبه، برای آخرین بار اینجا رو هم یکی نشون بده و بله داره اینجا رو نشون میده. خیلی جالبه. این میروی چیه؟ خیلی از معلم های زبانتون بهتون مقاله میگن و میگن که مقاله شو در بیارم در این موضوع. خیلی معلم های زبان قرار از من عصبانی بشم، ولی اینو بهتون نشون میدم که چطور میتونید با یک کلمه کل مقاله رو بنویسید. مثلا اینجا همه دارن با همدیگه این بالا رو نشون میدن. اینجا ما مینویسیم ایسی تایپر و این صفحه اولین گزینه رو میزنیم و میاد. اینجا ما هرچی رو که سرچ کنیم میاره. مثلا می نویسیم سرپنت، ما نوشتیم سرپنت و دیگه همچین کلمه ای وجود نداره. مرسی. حالا سنیک همون معنی رو میده و این صفحه باز شد و شما با همین کلیک کردن شانسی میتونید یه مقاله واقعی بنویسید. و اینکه در نهایت میخواین یه حیوان رو بیارین تو خونتون یا تو خونتون نگه دارید، فقط و فقط از طریق گوگل بریم که اینا نشون بدم که چطور میخواین یه حیوان خونگی نگه دارید. اینجا اسم هر حیوانی که مثلا داگ، اسم هر حیوانی که میخواییم رو سرچ میکنیم و این پایین این گزینه رو میزنیم، هر کجایی که خواستیم انتخاب میکنیم. میگه continue move iPhone. خب این سگه اینجا هستش کنار موبل وایساده. خیلی جالبه، ولی تو واقعیت همچین چیزی وجود نداره، ولی تو گوشیمون تو خونمون یه سگ داریم. میتونیم از زوایای مختلف هم ببینیمش. مثلا از اومدم از رو برو ببینم همه جا. خب بچه هم مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنی، سابسکرایب کن از یادتون نره و اینکه زنگوله کنارشو بزنید که ویدیوهای بعدی نوتیفیکیشنش براتون بیاد. عشقید، فعلا خداحافظ.